اهداف گروه و وضعیت سیاسی و وظایف من در صورت پذیرش عضویت رو تشریح کرد و من هم با شور و شوق پذیرفتم که به عضویت گروه در بیام و این بهار سال 42 بود. البته این بهار سال 42 مقطعی است که بیژن و برخی رفاقای دیگری که اونها داشتن و من اون موقع نمیشناختمشون، مثل کیومرث ایزدی، مثل حشمت الله شهرزاد و دیگران، نشسته بودند و با هم صحبت کرده بودند که باید یک گروه تازه به منظور تدارک مبارزه مسلحانه در ایران درست بکنند و تحلیل کرده بودند شرایط رو که استبداد رو به تحکیم خواهد رفت و لذا ما باید تدارک اشکال قهرآمیز مبارزه رو در دستور خود داشته باشیم. این صحنه عضوگیری من بود در بهار، در شاید روزهای بعد از عید سال 42، و در این موقع من 2 سال بود که با همین دوست بودم و با هم کار میکردیم ولی نه به صورت گروهی. بعدا من به بیژن گفتم که من یک رفیق دیگر هم دارم که علاقمنده و ما با هم خیلی نزدیک هستیم و اگر من به عضویت در بیام فکر میکنم که او هم باید به عضویت، و حمید اشرف رو من شخصا عضوگیری کردم و یادمه که در خونه حمید اشرف نشسته بودیم، یک صحنه که جلوی ذهنم هست و وقتی من موضوع تشکیل این گروه و همکاری با این گروه رو با او در میان گذاشتم، او مقدار زیادی از من سوال کرد و به خصوص سازماندهی رو پرسید که به چه صورتی هست و من سازماندهی هرمی رو واسش توضیح دادم که چگونه هر حوزه به حوزه دیگر وصل میشه و چگونه مرکزیت به وجود میاد و اون بیشتر حساس بود روی اینکه این سازمانی، این نوع شبکه باید نوع شبکه‌ای باشه و افقی این واحدها به هم دیگه وصل بشند. در حال ما از شاید اواسط سال 42 بود که با هم دیگه هم‌حوزه شدیم و اولین مسئول حوزه ما هم احمد افشار بود. یعنی اون زمان هم که من توسط بیژن عضوگیری شدم، من رو به احمد افشار محول کرد کار من رو و زیر دست اون بودم و در دورانی که با احمد افشار رابطه داشتم، حمید اشرف رو عضوگیری کردیم و ما ستا شدیم یک حوزه. یه رفیق دیگری هم بود که باز اون رو من معرفی کردم ولی بعدها ما اون رو دیگه ارتباطش رو با خودمون قطع کردیم، چون حدس می‌زدیم که اون تیپی که مثل من و او به خاطر کار رو پیگیرانه ادامه بده نیست. یک خاطره ای هم براتون تعریف بکنم، نمیدونم اینو جای دیگری گفتم یا نه، که یکی از وظایفی که ما در وقتی که تحت مسئولیت احمد افشار بودیم بر عهده‌مون گذاشته شد، نوشتن رونویسی کتاب اصول مقدماتی فلسفه مال جورج پولیتزر بود که این رو قرار گذاشتیم که با دست بشینیم رونویسی بکنیم. اون موقع خب پولیکوپی و اینها هنوز زیاد باب نشده بود، یا فوتوکوپی، پولیکوپی و فوتوکوپی. در منزل ما، من و اون حمید و اون دوست سوم نشستیم و کتاب رو 3 قسمت کردیم. قرار شد که هر کس سهم خودش رو تا فردا بنویسه و تمام بکنه. من شروع کردم به نوشتن، ساعت 1-2 بامداد خسته شدم و خوابم برد و اون دوست دیگرمون هم همینجور. تنها کسی که نشست، عزم جزم کرد و تمام سهم خودش رو نوشت و بعد ما رو بیدار کرد، حمید بود.
و این خیلی تأثیر گذاشت روی درک من از او و اینکه چه عزم جزم داره. یک خاطره دیگر هم براتون تعریف بکنم از حمید که باز برام جالب بود. یک پریموس داشت حمید و من این رو ازش قرض گرفتم و یک برنامه‌ای با سعید کلانتری گذاشتیم، با عزیز سرمدی گذاشتیم که بریم به اشتران کوه لرستان و این داستان خیلی پیچیده شد و کوهنوردی خیلی ماجراها در خود داشت که بگذاریم. وقتی که ما برگشتیم آمدیم به تهران، من این پریموس پایش شکسته بود یا ذوب شده بود یا خراب بود نمیدونم، من آمدم بدم به حمید و او گفت که باید این رو تعمیر بکنی و همون جوری که گرفتی بیاری پس بدی. منم گفتم خیلی خوب و بردم دارم به چراغ سازی. وقتی که با هم آمدیم و از چراغ سازی گرفتم، من اون رو آمدم بدم به حمید، گفت که نه، تو این رو در منزل از من تحویل گرفتی و باید بیاری تو همونجا تحویل بدی. منم گفتم که خیلی خوب و با هم راه افتادیم از چراغ سازی پیاده می آمدیم به طرف منزل، خیابان مدبر. منم ته خیابان مدبر آمده بودیم تو، داشتیم می آمدیم بالا. من بهش گفتم حمید تو باید در این کار مشارکت بکنی و تو هم مسئولیت قبول بکنی، نمیشه که همه مسئولیت رو دوش من باشه. گفت که نه، این رو تو این موجب این خرابی شدی و باید همه مسئله رو خودت حل بکنی. منم گفتم که من قبول ندارم این حرفت رو، من میذارم زمین ها حمید، میذارم زمین پریموس رو. اونم گفت که در هر حال مسئولیتش با خودته. من پریموس رو گذاشتم زمین وسط خیابون و اون بر نداشت. ما دوتایی با هم را افتادیم به طرف خونه، آمدیم بالا. من هی به حمید میگفتم حمید بردار پریموس رو، میبرن ها. اونم میگفت تو برو بردار، مسئولیت توست. خلاصه ما آمدیم بالا، شد 200-300 متر آمدیم بالا، از پشت سر دیدیم که کسی آمد این پریموس رو برداشت و دنبال ما اومد. ما آمدیم رفتیم تو خونه، این پریموس رو اون کسی که برداشت بود آورد داد در خونه، در زد. من گفتم تو برو بگیر، اون گفت تو برو بگیر، مسئولیت توست. و طرف وایساد و بعد دید نه نمیایم، ما بگیریم و برداشت رفت. در هر حال اینم یه خاطره بود که خواستم براتون تعریف بکنم. سخن به دراسا کشید، برگردم برم سر سوالهای دیگه. جناب آقای نگهدار، لطف کنید بگید که چند ساله بودید که آقای جزنی شما رو عضوگیری کرد و سرانجام اون آقایی که ازتون جدا شد یا اخراجش کردین، سرانجامش چی شد؟ آیا فرد معروفی شد، معروف نبود؟ این بسیار جالبه که کی بوده مدتی با امید اشرف هموزهی بوده و سنتون مخصوصا مهمه. چه سالی بود که با آقای جزنی، رفیق جزنی، تو رفتید کرج شما رو عضوگیری کرد؟ خیلی ممنون. بله، من این رو گفتم که به شما، گفتم که بهار 1342 و چون من فکر میکنم که تاریخ تولدم رو از کفر ابلیسم مشهورتره و 1346 هست یا 1325 هست، بنابراین من میشم 16 سال و مثلا 6 ماه یه همچین سنی من دارم در اون موقع، چون در آبان سال 42 من 17 سالم تموم میشد، 16 سال و نیم. و در مورد سرنوشت اون آدم، نه، هیچ فعالیت عضویتی یا چهره سرشناسی نشد، دنبال کار و زندگی بود و همیشه هم البته یک اخلاصی نسبت به من داشت و من از در دو سه مورد دیگه به او مراجعه کردم و کمک خواستم بدون اینکه مسئولیت سازمانی و سیاسی و عضویت و این نوع کارها در رابطه با او داشته باشیم و هنوز هم هست زندگیش میکنم. خب پس من اگر موافق باشید ادامه بدم روی سوالات بعدی شما، درسته؟ بله، چشم.